با سلام خدمت دوستای خوب و خلاق کانال خودآزمون. توی این قسمت میخوایم ماده شیمیایی هیدروکسید سدیم رو از لوله بازکن استخراج کنیم. برای این کار احتیاج به لوله بازکنی داریم که ماده اصلی اون هیدروکسید سدیم باشه. چون لوله بازکنهای دیگه ای داریم که از اسید سولفوریک غلیظ استفاده میکنن و برای این کار نمیتونیم از اونها استفاده کنیم. در نظر داشته باشین که انجام دادن این آزمایش فقط برای بررسی روش‌های علمی هستش که میتونیم به این نتیجه برسیم و سدیم هیدروکسید رو از یک ماده‌ای که تونستیم از فروشگاه تهیه کنیم خالص کنیم و استخراج کنیم، وگرنه این کار صرفه اقتصادی نداره و بهتره که از یک توزیع کننده مواد شیمیایی این ماده رو تهیه کنیم. با این توضیحات بریم و به آزمایشمون رسیدگی کنیم. همونطوری که دیدید مایع لوله بازکن رو به این بشر 1 لیتری اضافه کردم و اطراف اون رو فویل آلومینیومی پوشوندم. این فویل آلومینیومی کمک میکنه که این استیرر هیتری که من اینجا دارم خیلی قوی نیست و گرمای خیلی زیادی تولید نمیکنه. این فویل کمک میکنه که گرمای بیشتری به این شیشه داده بشه و ماده‌ای که دارم زودتر تبخیر بشه. و خارج از این شات دوربین یک فنی رو من کار گذاشتم که این فن داره به این شیشه میدمه و باعث میشه که زودتر بخاراتی که از این محلول بلند میشه دور بشه از محلول و زودتر حجم محلول کاهش پیدا کنه. این کمک میکنه که به محلول غلیظتری برسیم و در مرحله بعد این میخواییم اون رو کریستالیزه کنیم تا به خلوص بالاتری از هیدروکسید سدیم برسیم. دقت داشته باشین بعضی جاهای این آزمایش من فراموش میکنم که دستکشم رو بپوشم. حتما شما دقت داشته باشید وقتی که دارید با یک ماده بسیار خطرناکی مثل سدیم هیدروکسید کار میکنید، پوشیدن دستکش اجباریه و اگر روی دستتون بریزه حتما میسوزونه. و استفاده از عینک هم خیلی مهم هست، چون پاشیدن این ماده به چشم باعث از بین رفتن قرنیه میشه، بافت قرنیه رو تخریب میکنه و آسیب جبران ناپذیره و هیچگاه ترمیم نمیشه و نیاز به عملهای جراحی داره. حجم این محلول رو من به حدود 300 میلی لیتر رسوندم از حدود 800-900 میلی لیتر، یعنی 1/3 حجم اولیه شد. با استفاده از این آهن ربای قوی تر که یک میکروفون در اصل یک بلنگوه، آهن ربایی که داخل محلول بود و برای هم زدن استفاده میشد رو خارج کردم. حالا بهش زمان میدم تا خنک بشه. اومدم اینجا با استفاده از یک پیپت یه مقداری از این محلول رو بیرون آوردم تا این کریستال هایی که در جداره ظرف تشکیل شده رو بیام حلش کنم و برگرده داخل محلول، که همونطوری که مشاهده میکنید یک اثر خیلی جالبی اتفاق افتاد و وقتی که این مایع رو میریزم گوشه های این ظرف میبینید که کریستال ها به سمت بالا حرکت میکنن. زمان بیشتری که به این محلول بدیم یواش یواش محلول ما خنک میشه و کریستال های سدیم هیدروکسید شکل میگیرن. خب طبق تجربه‌ای که الان کسب کردم اگر در همین مرحله این کریستال ها رو میبردم و خشک میکردم خیلی بهتر بود و مراحل بعدی بهتر انجام میگرفت، ولی متاسفانه تصمیم به این گرفتم که کریستال ها رو دوباره ذوب کنم و خالص سرشون کنم، که این کار خیلی زحمت درست کرد برای ادامه آزمایش. همونطور که مشاهده میکنید کریستال های سوزنی از هیدروکسید سدیم تشکیل شده و اون رنگی هم که شرکت اضافه کرده به این لوله بازکن هنوز هم همراه این کریستال ها هست. خب کریستال ها رو اضافه میکنم به یک ظرف جدید، یک بشر 200 میلی لیتری هست و اون رو روی در مرحله بعدی دوباره روی مگنت هیتر استیرر میذارم که دوباره گرمش کنیم و محلولش کنیم. خب با این کار ما داریم یک فرایند شیمیایی رو
به نام تبلور مجدد انجام میدیم. تبلور مجدد رو حتما روی بسته های نمک خوراکی دیدین که نوشته حاصل تبلور مجدد هست. تبلور مجدد یا ری کریستالیزیشن باعث میشه که ما یک محلولی رو از ناخالصی های خودش جدا کنیم. مثلا سدیم هیدروکسید چون عضو عمده این محلول هست به صورت کریستال خارج میشه و و اون چیزهایی که ناخالصی هستن مثل اون رنگی که اضافه کرده شرکت و آب اضافی خب جدا میشن و اون و همراه با سدیم هیدروکسید وارد ساختار کریستال نمیشن. هر چند باری که ما بتونیم این کار تبلور مجدد و ریکریستالیزیشن رو تکرار کنیم به بلورهای خالصتری از هیدروکسید سدیم میرسیم. ولی همونطوری که بهتون گفتم بهتر بود توی همون مرحله اولی که کریستال ها تشکیل شد من می اومدم و این کریستال ها رو جدا می کردم، می بردم و خشک می کردم و روی اون کریستال های خشک شده کار می کردم. چون حالا دلیلش رو مشاهده می کنید. توی این مرحله اومدم دوباره باقی مونده این کریستال ها رو اضافه کردم. اونها رو به حالت محلول در آوردم و در نهایت اضافه کردم به این ظرفی که مشاهده کردیم که بهشون میگن ظرف های تبلور مجدد یا ریکریستالیزیشن دیش یا دیشز. این ظرف هایی هستن که سطح زیادی دارن و تبادل دمایی خیلی بیشتری با محیط خواهند داشت. چون سطح بالاتری دارن دمای بیشتری رو با محیط تبادل میکنن و برای ساختن کریستال از این ظرف ها استفاده میشه. البته ظرف من یک ظرف آزمایشگاهی نبود، یک ظرف پیرکس معمولی بودش که سالها قبل برای کارهای آزمایشگاهی کنار گذاشتم. خب ادامه محلول رو هم اضافه میکنیم به این ظرف و اجازه میدیم که کریستال تشکیل بشه. آزمایشی که داریم مشاهده میکنید توی این چند دقیقه محدود، تقریبا 11 دقیقه شده ویدیوی این آزمایش، برای اجرای اون چندین روز زمان برد و متاسفانه توی این مرحله به قدری سدیم هیدروکسید رقیق شده بود که نمیتونست به شکل کریستال از محلول خارج بشه و برای اینکه اون رو تمیزترش کنم اومدم توی این مرحله یک بار اون رو از فیلتر عبور دادم. فیلتر من اینجا سلولوز و دستمال کاغذی های سلولوزی هستش که با استفاده از یک فانل یا قیفی که اینجا مشاهده میکنید اومدم این محلول رو از اون کریستال های سدیم هیدروکسید جدا کردم. وقتی که این محلول رو از این کریستال ها جدا میکنیم مشاهده میکنید که محلول زیری رنگ کمتری داره و احتمالا مثلا این رنگ توی این فرایند جوشوندن سدیم هیدروکسید تجزیه شده. معمولا رنگ هایی که استفاده میکنن رنگ های ارگانیک هستن که این رنگ های ارگانیک میتونن اکسید بشن و یواش یواش تبدیل به کربن میشن و از بین میرن. خب میام فیلتر رو خالی میکنم روی چند تا دستمال کاغذی و اجازه میدم این مقدار کم سدیم هیدروکسیدی که جدا کردم یواش یواش خشک بشه. توجه داشته باشین سدیم هیدروکسید رو به هیچ وجه نمیشه توی فضای اتاق یا فضای آزمایشگاه خشکش کرد. به این دلیل که سدیم هیدروکسید جز اون موادیه که به قدری با آب واکنش پذیره که حتی آب داخل هوا رو هم میتونه جذب خودش کنه و اگه اون سدیم هیدروکسید رو همین شکلی نگه دارین توی فضای محیط همینطوری مایع میشه و داخل دستمال کاغذیتون ورود میکنه. پس بهتره که سدیم هیدروکسید رو حتما به وسیله گرما و داخل آون خشک کرد که خب حالا تصویر اون رو من تهیه نکردم ولی سدیم هیدروکسید من به داخل آون رفت. باقی مونده سدیم هیدروکسید رو بهش گرما میدم و دوباره حجمش که کم شد دوباره اضافه میکنم به ظرف ریکریستالیزیشن خودم.
اینجا به دلیل اینکه غلظت سدیم هیدروکسید دوباره افزایش پیدا کرد، چون حجم محلول رو کاهش دادیم، غلظت اون چیزی که داخل محلول حل شده افزایش پیدا میکنه. چون که افزایش پیدا کرد غلظت سدیم هیدروکسید، دوباره فرصت این رو داره که کریستال های سوزنی خودش رو تشکیل بده. و همونطوری که مشاهده میکنید، این چند ساعت بعد هستش، یه مقدار کمی کریستال شکل گرفته و بذرهای کریستال هم در کف ظرف مشاهده میشه. الان هم که تبدیل شده بود، بعد از چند ساعت تبدیل شده بود به یک جسم سخت و کاملا تبدیل به کریستال های محکم شده بود. خب دوباره میام فیلترش میکنم و یه مقدار خیلی کم آب اضافه کردم اینجا که کارو خراب کرد و باعث گرم شدن سدیم هیدروکسید شد و در نهایت یه مقدار زیاد سدیم هیدروکسید ورود کرد به فاز مایع. دوباره اون رو روی یک دستمال کاغذی میریزم و هر دوتا سری از سدیم هیدروکسید هایی رو که خالص کردم داخل آون میبرم تا خشک.